با عرض سلام حضور مخاطبین گرامی، در طی چند روز اخیر در فضای اینستاگرام پست هایی منتشر شده که حاوی تصویری هست از آقای رضا تابنده. در این تصویر آقای رضا تابنده با ژستی که در اون لبخندی بر لب ایشون قرار گرفته، انگشت اشاره ایشون آغشته به جوهر نشون داده میشه که نشانه از خرسندی آقای رضا تابنده از شرکتشون در انتخابات داره و این موضوع مورد انتقاد بسیاری در فضای اینستاگرام قرار گرفته که چرا آقای رضا تابنده با شرکت در انتخابات و تشویق به شرکت در انتخابات داره. بعد از این انتقادات آقای رضا تابنده توسط یکی از اکانت هایی که درش با اسم مستعار فعالیت میکنه به دفاع از خودش برخاست و موضوعی رو مطرح کرد و به این سبک خواستش از گناه شرکت خودش در انتخابات بکاهه و جانماز آب بکشه. از طرف دیگه اون موریانه های فقری که جزو حلقه های اطراف و پیرامون آقای رضا تابنده هستند در موازات همین پست یک چند تا کامنت رو مطرح کردن برای تحریف تاریخ و مطلبی رو منتشر کرد که توسط آجودان آقای رضا تابنده آریا سیروس مورد تایید قرار گرفت و این چنین نوشتند که اگر که شرکت آقای رضا تابنده در انتخابات برابر با مسئولیت در انگشت در خون ملت ایران تصور بشه، چگونه هستش که جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش با افتخار زمانی بیان کردند که 4 میلیون درویش در انتخابات شرکت کردند. یعنی شما توجه بفرمایید اینکه چجوری میخوان تاریخ رو به این طریق تحریف کنند. خطاب به شما آقای رضا تابنده و اون افرادی که حلقه نزدیک به شما هستند و دائما دروغ پردازی میکنند در دفاع از شما و مطالب کذب رو بیان میکنند، باید خاطر نشون کنم در سال 88 روزنامه اعتماد ملی فکر میکنم بود که صاحبش آقای کروبی بود و یا نزدیک به ایشون بودش، حضور مدیرانش و خبرنگارش حضور حضرت آقای مجذوب علی شاه شرفیاب شدن، با ایشون مصاحبه ای کردن و اون مصاحبه به شکل یک مقاله در روزنامه اعتماد ملی منتشر شدش و در اون حضرت آقای مجذوب علی شاه دراویش رو تشویق کرده بودند که بر حسب علاقه و نظر فردی خودشون در انتخابات شرکت کنند. همه به خاطر داریم که جناب آقای کروبی که برای انتخابات عضو شده بودند، ایشون سالیان سال از دراویش حمایت کرده بودند. آقای کروبی جلوی افرادی که حسینی های دراویش رو به آتش میکشیدند ایستاده بودند و اینها رو محکوم میکردند. برای همینم حضرت آقای مجذوب علی شاه به درویش گفتن شما برید شرکت کنین. الحمدلله 4 میلیون درویشم به اطاعت از توصیه پیرشون در انتخابات شرکت کردند و جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش این رو رسانه‌ای نمودند. یعنی آقای کروبی با درویش دشمن نبود، بلکه از درویش حمایت کرده بود و برای همینم مورد حمایت درویش قرار گرفت. آقای رضا تابنده، موقعی که شما با افتخار ژست میگیری جلوی دوربین و مردم رو تشویق به انتخابات میکنی، این انتخابات به سال 88 ربطی نداشت. این انتخابات به انتخابات آقای روحانی ربط داشتش، همون کسی که در دورانش حضرت آقای مجذوب علی شاه در منزل خودشون حبس و حصر شدن و نهایتاً به شهادت رسیدن. یعنی قطعاً آقای روحانی که شما رفتی بهش رای دادی یکی از عوامل مسئولین حبس و حصر حضرت آقای مجذوب علی شاه هستش و در خون ایشون دخیل هستش، به شهادت رسیدن ایشون دخیل هستش و شما هم که رفتی رای دادی به روحانی و تشویق کردی قطعا به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم دخیل هستی. پس نمیتونی اینجوری خودت رو تطهیر کنی
جانماز را بکشی بگی نه همه مسئولن، 4 میلیون درویش رفتن رای دادن. اونا سال 88 بود، ربطی به سال 92 و یا 96 که شما تبلیغشو کردی نداره آقای رضا تاپنده. اینقدر تاریخو تحریف نکن آقای عزیز. اینجوری که شما این فرمونی که شما دستت گرفتی و داری میری جلو، پس فردا قطعا میای برای تحریف تاریخ مدعی میشی که حتما خودتو برادر آقای رحمت الله تابنده و عموتون آقای محمد تابنده هم بیرون دولت سرای حضرت آقای مجذوب علی شاه ایستادین و جلوی جنایتکارانی که به منظور منزل ایشون تعرض کردن ایستادین، خودتون دفاع کردین اینجوری که شما دارین پیش میرین. ولی بدونید ما اینجا ایستادیم و چنین اجازه یا به شما و امثال شماها نمیدیم. شما از این صد نمیتونید عبور کنید. دست از تحریف تاریخ بردارید و قطعا اون جوهر سیاهی که رو انگشت شما هست در واقع رنگش قرمز هست. با سپاس.